خب حالا فعلا داره ضبط انجام میشه. این جلسه پنجم از دوره پیشرفته تحلیلگری و معاملگری هست. اگر تا اینجا ببخشید من فار داره ضبط، آره من الان زدم، خودم هم میتونم بزنم ضبط بشه، اما خب برای پشتیبان حضورش الزامیه به خاطر مشکلاتی که برای شما پیش میاد و از قبل من همه این هماهنگی‌ها رو کردم دیگه. این دیگه نور علی نوره، بزنین ضبط شه حداقل که این سمینار شما که زحمت میکشین و یه تیم خوب تشکیل دادین باید پشتیبانی که از قبل انتخاب شده توی کلاس حضور داشته باشه. خب ارزش تحقق یافترم که با هم دیدیم، این ارزش تحقق یافته با یه انحراف، با انحراف معیارم مورد بررسی قرار میگیره که یه بحث امروزمونه. ذخیره انواع انحراف معیار ذخیره به جریان هست که میگه اگه زیر 6 نهم بود بخر، بالای 3 بود بفروش، که الان با این حالتی که ما دیدیم توی بیت کوین نزدیکای تو بوردر لاینه، یعنی تو حالتایی که میتونه مثلا دیگه آدم باید آماده دست به ماشه باشه برای فروش. من این حس و اوورالی از بازار دارم و نظر شخص مباشر فره و شما اومدید اینجا فقط بتونید یه مهارتهایی کسب بکنید که در نهایت خودتون تصمیم بگیرید. من احساسم اینه که بازار میتونه بین 50,000 تا 70,000 یه رشدی داشته باشه و بعد از اون احتمال اینکه یه مدت یه مقداری طولانی تری توی اصلاح قرار بگیره بیشتره، اون هم بر اساس این فاکتورهایی که میبینم. میتونه تمام اینها غلط از آب در بیاد و بازار رشد بکنه. به همین علتهایش هم چیه؟ از دلایلی که میتونم بهش اشاره بکنم بحث این هستش که خب پول جدید داره وارد بازار میشه، سرمایه گذاران نهادی مثل مثلا جی پی مورگان هم گفته که اگر سرمایه گذارای ما بخوان ما وارد این حوزه میشیم و مثلا تو خرید فروش بیت کوین وارد میشیم. پس اینا چون پولای قلمبه دارن تأثیر زیادی هم تو بازار میذاره و هنوزم خیلی همگیر نشده. یعنی شما بازم اگر دوستی در خارج از ایرانی داشته باشین، که دوستای ایرانیتون که مثلا در اروپا زندگی میکنن، استرالیا، امریکا، خیلی خودشون درگیر این حوزه نکردن، نه اینکه منابع مالی نداشته باشن، چون منابع مالی آنچنانی هم نمیخواد سرمایه گذاری تو این بازار، اما باعث شده که هنوز جا نیفته و این خوبه. یعنی ما توی نقطه خوبش وارد شدیم و این نقطه خوب به من این امکانو میده که ازش نهایت استفاده رو ببرم. یک MVRV Z-Score داریم که STT انحراف معیار روش انحراف معیار، یعنی ما یه سری داده های پرتمون ازش خارج میکنیم، یعنی باید دقیق تر به همون پیش بینی بده. یکی هم MVTه که این دوتا رو میخوام یه مقدار کلاس از چیزای دیگه بر جلتا این دوتا رو هم بهتون بگم چجوری. مثلا MVT که Network Value to Transaction دقیقا به من داره میگه که الان بازار با توجه به حجم تراکنشی که داره انجام میشه تو ناحیه oversold یا overbought، یعنی تو ناحیه فروش هیجانی، حالا من فارسی شو دقیق بگم اشباع فروشه یا تو اشباع خریده، اشباع فروش یا اشباع خرید که تو نمودارا با هم خواهیم دید. ببینید سوالی که پیش میاد برای همه دوستان این هستش که خب شما داری میگی این اطلاعات رو ما به دست بیاریم ببینیم. خب اولین چیزی که مطرح میشه، آیا من باید برم اون فرموله رو بنویسم خودم حساب کنم؟ میتونی این کارو کنی ولی کار بی ارزشیه. مثل این میمونه که دیدین توی یه سری درس ها ما کلی فرمول حفظ کردیم و مطمئنم بعد از اینکه از در جلسه امتحان اومدیم بیرون اصلا یادمون رفته فرموله رو و تمام. این مربوط به دبیرستان دانشگاه تو مقاطع مختلفه و برای بازه استفاده میشه. اما نکته مهم اینه که من باید فهم
کاملی از اون ابزار پیدا می کردم، از اون فرموله استفاده می کردم، چون کامپیوترم هم همینا رو برای من داره حساب میکنه دیگه، چیز خاصی نداره و خیلی راحت میتونم ازش کمک بگیرم. این ابزارها که کنار هم دیگه چیده میشوند باعث ایجاد ارزش افزوده میشه. Sentiment Glassnode into the block with info charts از وبسایت هایی هستن که تمام اطلاعاتی که دوستان من میگم اینا رو برید در بیارید، بخونید، ببینید، مقایسه بکنید رو توی این سایت ها میتونید ببینید. اما بعضا اینا رو با یه لگ زمانی میذارن، یه مقدار حوصله بیشتری میخواد، شاید مثلا یک آدم باحالی پیدا شده باشه، یه اسکرین شات گرفته باشه از این خدمتتون بگم نمودارهای با ارزشش توی صفحه توییترش گذاشته باشه، توی کانال یوتیوبش گذاشته باشه، کانال تلگرامیش، اینستاش یا هر جای دیگه که فکر میکنی مناسب میتونه، فکر میکنه مناسب هست گذاشته باشه. پس یه مقدار جستجو میخواد، چیزی نیستش که اصلا نتونیم بهش دست پیدا کنیم. داستان که توی این سایت ها هست، داستان همون به قول برای گولد راش امریکاست، همون بیل و کلنگ فروشان، همون تب طلایی که باعث شد یه تعداد آدم بکشه، این هم تب مثلا بیت کوین یه تعداد آدم میاره تو بازی که میخوان از خود اصل جنس پول در بیارن، در صورتی که این روش ها روش خیلی خوبیه، هزینه هاشون هزینه خیلی بالایی، هزینه اشتراک و گزارشه که تعیین میکنن که دوتاش با هم میونه و واقعا هم ارزش داره. من به همه این اشاره کردم که بگم که ما برای کار حرفه‌ای احتیاج داریم که بابتش حرفه‌ای هم هزینه بکنیم، خریدن این گزارش ها، خریدن تحلیل ها، از همه مهمتر زمان گذاشتن برای خوندن یک سری تحلیله که یک سری مجانیش من بهتون امروز نشون میدم که خوبم هست، نه اینکه مجانی باشه به درد نخور، و تا یه سطحشو میده، از یه سطح بالاترش که دیگه خیلی سوپر حرفه‌ای میشه رو شما باید بابتش هزینه پرداخت بکنید. این وبسایت ها رو همونطور که مشاهده میفرمایید قبلا یکی دو تاشو با هم دیدیم ما، اما من به خاطر اینکه یه مرور تیزی روی اینا انجام بدیم، من اینا رو باز میکنم اینجا و یکی دو تا گزارشاشو با هم میبینیم که ببینیم به چه صورتی میشه ازش نهایت یعنی کاربردی تر باش سر و کله بزنیم. یه نکته هم بگم، خب ببینید هر کدوم از این سایت ها کلی ریزکاری داره و جالب براتون بگم که بعضا حالا چه بیشتر دورای خارجی رو من دیدم، طرف میاد دیپ میشه فقط روی یه دونه سایت، یک ابزار خاص، و مثلا تو ویدیوش تو یوتیوب نگاه میکنی یا مثلا دوره سرفستش نگاه میکنی، این از تمام زوایا اومده به این لیوان آبه نگاه کرده و کامل داره مطرح میکنه، شاید مثلا حوصله طرف رو از حد خارج بکنه، اما این باعث شده که آدمی که داره میخواد مثلا به فرض با این NVRV کار کنه کامل مسلط به ابزار NVRV باشه. خب این یه خوبیایی داره یه بدیایی داره. خوبیش اینه که طرف کامل سوار ابزاری میشه، بعدن میتونه ازش به نفع مشاوره و اینا درآمدزایی داشته باشه. بعدیش اینه که قرار نیست همه ابزارا رو من بلد باشم، من میتونم از تعدادی از اینا استفاده کنم. خب من منتظرم که این رفیق پشتیبانمون هنوز نیومده و با این راه ها مشکلی ندارن یا با ایرانی کارت باید کار کنیم. آها ببینید ایرانی کارت یه پیشنهاد بود، اصلا کلن سایت هایی که دارن مثلا خدمات مستر کارت میدن، گیفت کارت، این همه گیفت کارت ها، یا مثلا حساب پیپال برای شما باز میکنن، پرداخت های اینطوری انجام میدن، اینا رو پکیج دارن، یعنی ما تنها نفرتی نیستیم که به اینا تازه هم رسیده باشیم، خیلی سایت های دیگه هست، حتی من دیدم مثلا اکانت نتفلیکس هم مثلا شارژ میکنن دوستایی که عشق فیلمن دیگه، احتمالاً همه این جریان نتفلیکس هم میدونن که چی شده به کجا رسیده و میخوام بگم که از این سایت های شبیه ایرانی کارت میتونید استفاده کنید، هزینه هاشو چک کنید، بعضیاشون کارمزدشون پایین تر شد یا بالاتر، دقت بکنید توی انتخاب. تعدادی از این ابزارها برای تحریر باید باشه این تشو من نمیتونم بخونم، درسته، آها تعدادی از این ابزارها باید باشه. الان یه گزارش از این نمونه ها رو با هم میبینیم. من اینجا دوباره همزمان که دارم این کار انجام میدم برای شما این لینک ها رو بذارم
اوه چه کار اشتباهی کردم، من همه رو کپی کردم اینجوری زد، ببخشید. اون فراموش کنید این چیز بالا رو، اینم از این آدرس ها رو زحمت برای خودتون یادداشت بکنید تا این همکار پشتیبان ما بیاد. 2600 دیگه کدومون میگه بریم سراغشون، چرا به ما سرویس نمیدن؟ خب من اینجا استوب شیر بزنم بریم سراغ اسکرین من. شما الان سلام، وقتتون بخیر خانم. من 21600 کد وبینارم همچنان پشتیبان نیومده توی دوره. بله من الان دفعه دوم زنگ میزنم، 22 دقیقه رفته. بعد